در این مورد همراه هستیم با افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضل رضا، چرا علی‌رغم بی‌رغبتی و ناامیدی مسلمانان در هند در انتخابات پیش رو، مردم جامو و کشمیر برای شرکت در انتخابات انگیزه و امید دارند؟ بنده نیز عرض سلام متقابل دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین بینندگان عزیز شبکه امام حسین. ببینید، بعد از تحریم شدن این انتخابات از سال 2019 که دوره دوم ناریندرا مودی نخست وزیر حزب افراطی بی جی پی دوباره بر مسند قدرت نشست، این میتونه یک فرصت واسه جامعه مسلمانان هند ببیش در منطقه کشمیر اشغالی باشه. بالاخره برای مسلمانان هند وضعیت فعلی این کشور با وجود بیش از 300 میلیون جمعیت مسلمان میشه گفت بدترین وضعیت دارن، ولی اگر بخوان مسائل خودشون رو بتونن در صحنه سیاسی حل بکنن، این وضعیت از بدتر میرسه به بد. خب طبیعتاً یک آدم بخواد یه انتخاب رو بکنه، از بد و بدتر بخواد یه گزینه داشته باشه، بد رو انتخاب میکنه. هرچند مسلمانایی هستن که نمایندگانی به عنوان نمایندگان مردم خودش از مناطق مسلمان‌نشین مثل حیدرآباد که دیروز یا امروز اونجا رای گیری شد و اینا، علی‌رغم که در پارلمان هند حضور داشتن، مورد عتاب، مورد هجمه و سرکوب نمایندگان حزب حاکم قرار می گرفتن، همیشه مورد اتهام قرار می گرفتن که مسلمان ها به اصطلاح باعث افرادگرایی می شن. هرچند دنیا به ویژه جهان اسلام شاهد افرادگری های نژاد برتر هندو در کشور هندوستان هستش. خب با این وضعیت مسلمان های کشمیر حتما به این نتیجه رسیدن که باید در کاردارهای انتخابی اجازه عرض اندام بیشتر به افراطیون داده نشه، حداقل در مناطقی که اکثریت متعلق به مسلمان ها هستش. در منطقه جامو و کشمیر اشغالی نیز به نظر میرسه دو حزبی که قراره در تی ائتلاف با حزب کنگره در انتخاب شرکت کنن، حزب کنگره موازه نرمتر نسبت به افرادگرایان دیگه داشته در سابقه. هرچند زمانی که حرف از قدرت و به اجرای قانون باشه، حزب کنگره هم به کم و کاستی هایی رسیده در قبال مسلمانان، ولی در مقایسه با حزب افراطی بی جی پی میشه چشم انداز همکاری احزاب سیاسی در کشمیر با حزب کنگره رو کم روشن‌تر پیش بینی کرد. بله، متشکرم از شما افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.